تجربه، حالا یه توی قسمتی از حرفات هم خود اشاره کردی، بحث درآمد و بحث پول در آوردن و بحث، تو با موزیسین های، حالا موزیسین که نگم، خواننده های پاپ شاید کار میکنی و تجربه، فکر کنم تو گروهتون بیشتر تو این تجربه رو داری و این روند رو رفتی، میخوام ببینم که این کلن این تجربه از نظر، حالا هم از نظر موزیکالی هم از نظر زیستی اجتماعی، چه تأثیرات مثبت و منفی میتونه بذاره روی آدم که داره توی این موزیک مستقل کار میکنه؟ ببین سوال خیلی خوبی پرسیدی، ولی که چجوری جوابش بدم خیلی بهشون برم میخوره ها، یعنی مثلا اگه راحت بگی فکر کنم. نه آخه اصولا من سعیم همیشه بر این بوده که اگرم با خواننده پاپی مثلا کار میکنم، باز المان‌های توش پیدا کنم که بتونم برام قابل تعامل باشه، چون پیشنهاد کار با خیلی ها رو من داشتم و دارم، ولی خب به دلیل همین دلبستن به این موزیک جریان فرعی، این انگار یه جور کمربند نگه دارنده ماست، انگار که آقا تو یه ذره مثلا حواست هم باشه، اگه شغل کنی رفت، آره یه ذره حواست باشه، یه ذره مثلا به تیست احترام بذار. ولی خب من چون توی بچه ها کسی هم که بیشتر درگیرم به خاطر اینکه درآمدزاییم، زندگیم از راه موزیک میگذره، آریان که دانشجو، مجید که کار دیگه ای داره، عرفان هم که خودش استودیو داره، اصلا بسش فرق کنه، من پول داره اصلا من کار تولید مثلا موزیک انجام میدم یا مثلا کار اجرا انجام میدم، بنابراین برخوردم زیاده با این آدم ها و سعی میکنم که اون قسمت های بعدش رو ایگنور کنم، یعنی اگر یه چیزیش برام دلچسب نیست سعی میکنم برو خودم نیارم، فراموشش کنم یا بیخیالشم. آریان به نظر تو این که حالا نه محمد، هر کس دیگه تو یک موزیکی که از نظر حالا خودتون حتی یه موزیکی با کوالیتی پایینه، با کیفیت بد، اون چیزیه که ماها اتفاقا همیشه نسبت بهش یه حس انزجاری شاید داریم، آدمایی که خیلی تیستای خوب دارن، خیلی تاچای خوب دارن، خیلی خوش سلیقه‌ان تو موزیکشون، وقتی میرن توی اون سبک کار میکنن و برمیگردن، به نظرت این روی تیستشون، روی تاچشون تأثیر نمیذاره؟ قطعا میذاره. حالا نمیگم توی مثلا خلاقیتش یا مثلا توی تیست آهنگسازی، ولی احتمالا تمرین نوازندگیت کم میشه، یعنی یکم شاید دستت دیگه یه چیزی ساده تر از اونی که همیشه میزدی زدی، یکم زمان ببره که دوباره بتونی برگردی به اونی که قبلا میزدی. ولی خب قبول ندارم که این قضیه توی تیست موزیکت میتونه تاثیرگذار باشه، ولی قبول ندارم یه چیز 100 درصدی، شاید 50 درصد، یعنی خلاقیت حس نمی کنم ربطی به این قضیه داشته باشه. شاید ربط به این داره که چقدر آدم حل میشه تو اون جریان. دقیقاً که اونم خب کاراکتر خودشه و اون بخشی از همون خلاقیت میشه، اصلا ربطی یه چیز جدایی نیست دیگه. برای تو محمد توی این مدت این اتفاق به نظر خودت نیفتاده که مثلا بخواد یه، یعنی یهو خودت حس کنی که ای اون چیزی که اصلا من دارم میذارم مثلا ولش کن، اصلا یهو دارم انگار میرم سراغ چیزای ساده تر مثلا. نه این اتفاق نیفتاد برام، یعنی واقعا سعی میکنم این اتفاق نیفته برام و نیفتاده. منتهاش این تفاوته که تو داری میگی شاید از لحاظ مثلا سلیقه موسیقایی عوض نشه آدم، ولی از لحاظ نگرشش به مثلا مارکت موسیقی، نگرشش به کار موسیقی کردن مسلما عوض میشه. یعنی وقتی تو با یه خواننده پاپی کار میکنی و
پول در میاری یا مثلا برای خواننده پاپ تنظیم میکنی پول در میاری این حرفا، دیگه دوست داری از اون موزیکی هم که کار میکنی پول در میاری، ترجیح که آره مثلا خب حالا یه کاری کنیم از اینم پول در بیاریم، اینم یکم پول در بیاریم، شاید باعث بشه یه ذره تاچت سافت تر بشه برای گوش آدم ها. ولی این تفاوت بیشتر توی تنظیمه تا مثلا تو ملودی ساختن و اینا. سعی میکنیم توی ملودی و هارمونیه اون ناب بودنه رو حفظ بکنیم، شاید تنظیمه یه ذره مردم پسندتر رو به قولی تو دل بروتر بشه. شما اجرا کم میذاریم کلن توی کلونیای موزیک کم هستیم، یه ذره برای خود من مثلا سواله، شاید از بیرونم مثلا اینجور نظره که اینا ما خودشون میرن یا اینا که اصلا فکر میکنن اصلا از یه سیاره دیگه اومدن. واقعا چه حسی منتقل میشه؟ راست یعنی یه ذره از بیرون شاید اینجوری به نظر میاد که شما که خب مثلا کم اجرا میذارین، الان خیلی ها دارن اجراهای کافه‌ای میذارن، اجراها تو ونیوهای کوچیک میذارن، ولی شما اصولا تو هیچ کدوم شرکت نمیکنید، با یه انگاری که مثلا با یه تعداد موزیسین محدود مثلا دوستین و سعی میکنید تو همون محدودیت هم بمونید. آره یه همچین تصوری داره ایجاد میشه که آه مثلا جت پک انگار که مثلا اصلا از یه سیاره دیگه اومدن مثلا، یا خودشونو میگیرن یا این مسئله بوده که ما توی یک بند به ویژه من با بچه ها مشکل داشت، مشکل که نه سرش زیاد صحبت کردیم، چون که محمد هم اجرا عرفان هم از من سنشون خیلی بیشتره، بعد خودشون مثلا محمد کارش از سمت موسیقیه، کلی اجرا میره سیشن پلیر میزنه، بعد مجید که اصلا یه کار دیگه داره و اونم اجرا میره و عرفان هم همینطور، بعد یکم شاید بچه ها وقت این قضیه رو نداشته باشن که بریم اجرا، ولی این بحثیه که من خیلی بهشون گفتم که الان ما مخصوصا تازه آلبوم دادیم و یکم موزیک داره سمتی میره که کافه ها تازه دارن اجرا میذارن، باید بریم سمت این قضیه که اتفاقا همه اوکی شدیم با این قضیه و قرار اجرا بذاریم. خیلی خوب تست دیگه عالی شد. نه ولی میتونم یه جوابی راجع به این داستان بدم. ببین آره یه بخشش اینه که ما چون من حالا من و مجید توی مثلا اجراهای پاپ و اینا هستیم، حالا من یه ذره بیشتر، یکم انرژی آدم تخلیه میشه با اینکه اون موزیک مال خودمون نیست، ولی اون استیجه اون جمعیت آره. آخر خیلی از آرتیست های مستقل ما متاسفانه این عشق استیجه که داره بیمارشون میکنه و خیلی بده ها، یعنی من حالشون رو واقعا میتونم درک بکنم، خیلی سخته بی استیجی سخته، یعنی من خودم وقتی با یه آرتیست مثلا دیگه کار میکنم و باش میرم رو استیج، اگر از اون موزیک هم بعضی اوقات خوشم نیاد از استیج خوشم میاد، این انگار طبیعت آرتیسته که اون بالا باشه، واسه همین یه ذره ما انرژیمون تخلیه میشه، بعد یه جوری میشیم که خب نه بیشتر تولید بکنیم، بیشتر تایممون رو بذاریم رو تولید موزیک. منتاش آره آریان خب راجع به این مسئله صحبت کرد و ما تصمیم گرفتیم که برنامه ریزی بکنیم واسه اجرا، ولی استانداردهای خودمون رو داریم، اشکالی نداره تو این که تو کافه مثلا اجرا بکنیم یا هر جور، چون بالاخره تو پاب اجرا کردن چیزی که تو همه جای دنیا مرسومه و اینجوری نیستش که کسی اینجا کار میکنه موزیسین بدیه، یا خب الان
اکثر موزیسین‌های مطرح ما تو ایران هم دیگه دارن توی کافه ها اجرا میکنن، کسایی که استادای ما هستن واقعا همشون. واسه همین نمیگم این استاندارد از طرف سالون یا تعداد آدم هست، از طرف اجرای خودمون، از طرفی که واقعا اون چیزی که اجرا میکنیم راضیمون کنه و حالمون رو خوب بکنه، یه چیزی نباشه بیایم بزنیم و بره، یه پرفورمنس واقعی باشه. آریان چجوریه؟ تو شعر میگی اول با ملودی همزمان، یعنی یه شعر و ملودی رو میاری بعد محمد تنظیم میکنه، یا محمد یه ملودی داره؟ جورش پیش اومده، پیش اومده که محمد ملودی رو ساخته بعد من شعرش رو گفتم، پیش اومده که خودم کلن آهنگ رو ساختم با ملودی و شعر، و پیش اومده مثلا ترک آفتر رود. من خودم این ترک رو خیلی دوست دارم چون هممون قشنگ 25% 25% روش سوارین. مجید ریفش رو ساخت، بعد محمد رفت سراغ پروداکشنش، من ملودی وکالش رو ساختم، عرفان درامز آکوستیکش رو زد، یعنی یه مخلوطی از هممونه در از همه کارا. ولی اکثرا همینه، یعنی اکثر اوقات محمد ملودی رو میسازه، من شعر میگم، یعنی من شعر میگم و ملودی وکال رو میسازم، محمد بیشتر یعنی خود یه شمایی از کار میگه، یا اینکه من ترک رو میسازم کلا با شعر، بعد محمد پروداکشن و مجیدم پروداکشن، یعنی دیگه همه با هم مخلوط میکنیم. نه یه چی توضیحی که بخوام راجع، واقعا یه علتی که ما حالمون تو جت پک خوبه اینه که هر کسی کار خودشو درست انجام میده و کاری هم به کار دیگری نداره، یعنی انقدر با هم به هم اعتماد داریم که هر کسی کارشو درست انجام میده و میاد کنار. یکی از بزرگترین مشکلات بنده مستقل و حالا غیر مستقل توی ایران اینه که بلد نیستن تیم ورکو. تیم ورک اینه که وظایف تعریف شده، آقا هر کس این کار رو باید بکنه، پس بهش اعتماد میکنیم و اجازه میدیم که اون آدم این کار رو بکنه. توی ایران همه میخوان دخالت کنن، خواننده راجع به گیتاریست دخالت میکنه، گیتاریست راجع به پروداکشن دخالت میکنه، درامر راجع به بیس دخالت. انقدر این دخالت ها زیاد میشه از حالت نظر دادن خارج میشه، میشه دخالت کردن. ما این مشکل اینجا حل کردیم، یعنی از اولش قرار برای این بود که پروداکشن رو من انجام بدم، مثلا مجید گیتارا رو بزنه ولی به استایل خودش بزنه، یعنی ما کاری نداریم که مجید چی میزنه، بهش نمیگیم آقا اینا رو باید بزنی، بهش میگیم موزیک اینه و میره فردا برامون میفرسته و میگه آخ چقدر خفنه، چقدر باحاله. خوشنه اینقدر ذهن هر چهارتمون واقعا با هم مچه و این حالا نشده مثلا یکیمون یه ایده بیاره و حال نکنیم، واقعا هم اصلا هی دل آمدن که بگیم مثلا ایول، یعنی همیشه هر چی تا حالا من از بقیه بچه ها شنیدم گفتم مثلا ایول چقدر خوبه، یعنی اصلا نظری نداشتیم که مثلا یکم عوض شه، یعنی خیلی از این نظر ذهن. حالا اینکه میگی که به مشکل میخورن اینا، خیلی وقتا بخاطر اینکه ترک ها توی جمینگ در میاد برای گروه ها و مثلا یکی نظری داره اونجا با هم دیگه خیلی وقت آدم رو مشکل میکنن. شما اینجوری نیست موزیکاتون که نه. جمینگ در بیاد؟ ما معمولا موزیکا رو من یا آریان میسازیم، بعد دموشو ارائه میکنیم، بعد اون دموه به یه مرحله میرسه که بقیه بچه ها بتونن روش ساز بزنن، مجید بتونن روش گیتار بزنه. حالا مثلا ما بیس که نداریم توی گروه، بیس ها تو پروسه کار خود من اجرا میشه، یا درامزا چون عرفان بیشتر هم مثلا استیدیوش رو در اختیار میذاره، در اختیار ما میذاره برای کار پروداکشنمون اینا به عنوان عضو، همین که خب تو لایو قرار همراهیمون بکنه و مثلا تو پروسه ساخت خیلی نظر نمیده، نه اینکه ازش نظر نخواهیم، نه اینکه ما ازش نظر نخواهیم، ولی اینجوری وظیفه ها رو تقسیم کرد. و آره موزیکا اینجور شروع میشه که یه دموی ازش میاد بیرون و به یه مرحله میرسونیمش، بعد خواننده شعر رو میگه روش میخونه، هی لایه لایه دوباره ترمیم میشه موزیکا تا به اون چیزی برسه که دلمون میخواد. و واقعا هم وسواس وارد به خرج میدیم، حالا شما که خودتون گوش دادین موزیکا رو میتونید بهتر از ما نظر بدید، ولی
خب همون مقوله پروداکشن یه مقوله خیلی مهمه برای تو ذهن ما، چیزی که شاید فکر کنم مثلا اصلی ترین چیزی که جت پک بهش فکر میکنه و داره، شاید یعنی میتونم بگم که به تعداد انگشتای شاید یک دست نمیرسن بندایی که توی ایران خودشون همه چیزشون رو خودشون پرودیوس بکنن. اینو از این بابت میگم که میبینم، یعنی نمیخوام بدون سند حرف بزنم، همه چیزو اونجا تو خودمون حل میکنیم، از صدا برداری گرفته تا میکس و مسترینگش تا تنظیمش تا یعنی همه چی تو این پکیج چهار نفری اتفاق میفته و هیچ واسطه ای این وسط، هیچ آدمی که از بیرون بخوایم استخدامش کنیم که آقا برای ما این کارو بکن وجود نداره و این باعث میشه که اون موزیک یه اساره ای از روحمونه، یعنی واقعا هیچ کس یه تاچ هم نکرده اون موزیکو، یه از تنور ما بیرون اومده کامل، چون مثلا خود همین مقوله میکس کردن، میکسینگ و اینا یه چیزی که تو کارو که تحویل اون آدم میدی به هر حال اون آدم با سلیقه خودش میاد یه چیز دیگه تحویل میگیری، یه چیز دیگه شاید چیز بدی نباشه، شاید اونم چیز خوبی تحویل بده، اونی که تو مغزت بود عذاب در نمیاد و این چالشیه که بنده ایرانی خیلی باش دست و پنجه دارن نرم میکنن که آقا موزیکا ما چیز کردیم. البته خب تو موزیکای اون طرفی های کوالیتی هم خودشون میکس نمیکنن که، آخه روند کارون رو فرق میکنه. اینجا شما انجینیر رو استخدام میکنی برای پروژه، میگی که آقا من یه پروژه دارم 6 ماه طول میکشه، بعد یه قراردادی با آدمه میبندی یا یه نفره یا دو نفره یا سه نفره، اونا 24 ساعته بالا سر پروژه‌ت و خودت هم 24 ساعته توی اون استدیویی. تو ایران اصلا همچین امکانی مگه وجود داره؟ اصلا همچین اتفاقی نمیفته. مرسی بچه ها، اگه هست چیزی مونده خودتون بزنید. من فقط حالا امروز امکانش نبود که بقیه بچه ها بیان. آره ببخشید واقعا این چیز از طرف ما دقیقا جتپک اینجا باشه. آره این ضعف از طرف ما به هر حال از شما که خیلی متشکریم بابت این امکانی که در اختیار آرتیست ها میذارید. فقط میخواستم از بقیه بچه هم تشکر کنم، از مجید و عرفان، چون اونا هم واقعا پا به پای ما انرژی میذارن و اصلا نمیتونیم بگیم که کسی اینجا کم گذاشته. از شما ممنونیم بازم. چکریم. مرسی. مرسی. ممنون.